علی جان به صحرای بلا کن گذری، یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم، زینب غم زده با کودکان میرود. یا علی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، امید است که همتون خوب و صحتمند و سرحال باشین. باز هم ما این مهرزای در خدمت شما با یک گزارش متفاوت، البته یک کار نیکی که از طرف ناحیه 13 هم قرار است انجام شوه و میریم از اونجا دیدن میکنیم. کاری است که اهدای خون برای مریضانی که نیازمند خون هستند و چقدر خوب است که در ایام محرم به جای این که بریم تیغ بزنیم و خون خود بریزانیم و از او خون استفاده نتانیم، از او که در خوب است که بیایم خون بتیم و کسایی که نیازمند خون است و همه روزه در شفاخانه ها دنبال خون است و بتانیم یک کمک شیم تا ای که اونا امو خونی که ضرورت دارن به او خون برسن. و این شهکار یا این کار نیک ناحیه 13 هم همچنان کرده که تمام کارمندای ناحیه 13 هم جمع شدن و میخواین که خون خدا برای کسایی که نیازمند هستن با اونا اهدا بکنن. پس میریم تا آهی سایست داخل و بیشتر جزئیات از مسئولین میپرسیم. شما بیننده باشین. یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی کاروان میرود، یا علی کن مددی. رئیس خوب هستین، سلامتون خوب است، قربانتون میشه اینجا استاد شوین. و در مورد پروسه اهدای خون، یکی از کارهای نیکی است که همیشه شاهد این ناحیه هستیم، کارهایی که همیشه بنیادی است و همیشه هر کار شما یک پیام از بر هموطنان عزیز. بخیر سلامت باشین. اصلا می حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، اینا شیو سنی نمیخواه، یه از کل ما شما هستن. به مناسبت بزرگداشت از ماه محرم الحرام ما خواستیم که نایه 13 در اینجا دمی عزاداری خود از شریک دانسته و میدانه، امروز خواستیم که خون اهدا کرده باشیم. خیر ببینین، از دید شما محرم چگونه برگزار شد امسال و در این روزهای محرم چی باید کرد؟ خوبی گفت، در محرم امسالی بود که به خاطر همون تدابیری که باید گرفته شده و درست مدیریت شده باشه، منشور و طرز العمل خاص را ما داشتیم که از بالا منظور شده بود در هماهنگی با تمام علما و تمام مذاهب. دیگه طبق منشور الحمدلله هم مردم خدا آماده ساختن، هم ما و هم حوزات هم استخبارات که الحمدلله شما می‌بینید که امنیت تدابیرش مکمل گرفته شده و خدمات که از طرف نایب باید ارزش هم طبق منشور است و مردم خود طبق منشور آماده ساختن. شما میبینید که نه بیروبار زیاد است، نه کثافات بیشتر است، در مو جای مناسب و در مو جای تعیین شده است قبل اونا مراسم خود را پیش میبرند. وزیر بر من بگوین امیری صاحب که پیامتان که اهدای خونه است برای هموطنان عزیز ما چی هست؟ چی را میخواین ثابت بسازیم؟ از این کل ما شما میفهمیم که ماه محرم ماه ایثار و فداکاری و جد و جهد بیشتر است. یعنی دیگه هم خدا باید ما بتپانیم و زامت بتیم و امو وجیبه خود به شکل درست از بیشترتر باید انجام داده باشیم. به خاطر امی نشاندهی ایثار و فداکاری و همدلی و تحکیم و وحدت ملی ما خواستیم که امروز این برنامه را برانداخته باشیم. کسایی که دامن میزننده ای صاحب و ماهای محرم هم مختص به یک قوم میسازن، میگن که مربوط به قوم شیعه هستن و دیگرها مربوطش نمیشه، با اون رقم مردم ها چی گفتنی دارین؟ من خودم از پکتیا هستم و خودم سنی هستم. قبلا ما گفته بودم من از طرف روز شیعه هستم، از طرف شیعه سنی هستم. امروز می اهدای خون ما به ذات خود نشان میده که دشمنان ما انشاءالله کل کور هستن. انشاءالله فعلا شما هم خون دادین رئیس؟ ما هم در نوبت هستم، فقط چون برنامه نو آغاز شد سه همکارای ما اهدای خون داشتن، ما هم در قطار صدا هستم که فقط تست یا پاشه ما خون اهدا کرده باشیم. تست میشه؟ بله. پروسیجر شد دکتر شما صحبت کن. بخوا دکتر صاحب میشه که اینجا در کنار ما باشین، خدا معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید غزنفرشاه الهام نجیبی زاده هستم، مسئول شفاخانه بهار صحت و کلینیک حمزه سید شهدا.
قربانتون سلامت باشین. چقدر خوش هستین که در چنین روزی قرار دارین، چقدر خوب یک پیام بزرگ را برای هموطنان عزیز ما میرسونید. زنده باشین. اولتر از همه تسلیت میگم ماه محرم و خصوصا دهه عاشورا را خدمت تمام هموطنان عزیزیم. خوش هستم که در ابتکاری که ناحیه 13 ام در دست گرفتن من در خود شریک ساختیم و یک کمک ناچیزی که از دست ما برآمده، ما کوشش کردیم که می پروسه را می چرا راه اندازی بکنیم تا کسایی که خون اهدا میکنن اونا خون شما بگیریم و در خدمت مردم قرار بدیم. قربانتون، این پروسه را میشه برام معرفی بکنین از مراجعین که میان از کجا شروع میکنن و کجا خونش گرفته میشه؟ مراجعینی که میاد مرحله اول گروه خونش اینجا تعیین میشه، نامش، نام پدر و در ضمن شماره تلفنش گرفته میشه. در صورت کسایی که فشار پایین داشت یا کدام مشکل داشت فعلا خونش گرفته نمیشه، اونا شماره تماس هست. در صورتی که هر وقت کار میشه ما اونا در دسترس هست، گروه خونش تعیین شده است، میتونیم خونش بگیریم یا برای کسایی که کار دارن خون ضرورت دارن برای زنا بیتیم. و کسایی که بعد از اینکه آمدن اینجا فشارش تعیین میشه، در صورت فشارش مشکل نداشت خونش گرفته میشه، کلکشن میشه، بعد از این انشالله باز یک بانک خون روان میکنیم که خون نگه داریش. سلامت باشید رئیس. ایدای خون اختیاری هست یا جبری سر کارمندا تحمیل میشه؟ وقتی که ما میگیم اهدا هیچ وقت اجباری نمیباشه، کلگی خود به خود بر رضا و رغبت خود داوطلبان حاضر میشن. و خوبی گرده ایست که ما همیان هم یک از دوستان اینجا داریم که همیان پشت خون میگرده و خوشبختانه که دکتر سبسکندر برشن گفتن که شما منتظر باشین که تو کل پروسی ما خلاص شد، ما برای شما همو خونم برتنم، همو برادرم همینجا ما منتظر مانده مینه. اونا هم تا خبر شدن این آمدن پشت خون، این مردم با خون نیاز داره و اهدار گفتم برتن که داوطلبانه است، هیچ وقت به جبر اکرام نمیشه که ما کس رو بگیم که من خودت باید خون داده باشی. رئیس صاحب، از کسایی که تیغ میزنن، قبلا بودن کسایی که تیغ میزدن و خون خدا میریختاندن، حالا هم کسایی که در تکیه خانه هاست بیشتر صدا میزنن، میگن که از تیغ زدن کرده اهدای خون خوبتر است. همه کار امروزی من بخاطر زمین است که یک انگیزه شده باشه که تمام جوانای ما، تمام بچه های نیرومند ما که با وجود از اینکه دیگه خدمت ها بیار انجام میدن به این روزا در سقاخانه، در تکایا، به می شکل در مراکز و نمایندگی بانک خون مرکزی در چهار اطراف ناحیه در اونجا رفته باشن و خون اهدا کرده باشن، بهتر و خوبتر خواهد بود انشاءالله. این ما ملاقمند شدم که خون بتم و امیرقم مطمئنن کسایی که این برنامه رو میبینن بر از اونام یک پیام بزرگ است که بیاین خون بتن برای کسایی که نیازمند است. در صورتی که بسیاری از مریضا مراجعه میکنه در شفاخانه اما خون کافی در شفاخانه نیست و این خیلی خوب پیام است. خب دکتر صاحب، بر ما اگر بگوین که امی نوبت ما و رئیس صاحب باشه که ما میخواییم که دمی ثواب بزرگ شریک شدیم. انشالله که در نوبت هستم چپرکت خالی شد، گروه خونتان تعیین میکنه، در صورت که مشکل نداشته باشین در خدمتتان هست. شما دوستای عزیز بیننده باشین تا ای که بخیر نوبت میرسه. کاروان میرود یا علی کل مدنی، کاروان میرود یا علی کل مدنی، کاروان میرود. قسمی که دکترها گفتن خودت آمدی اینجا و گفتی که برای خون ضرورت دارین. آه برای خون ضرورت دارین. مریض دارین؟ مریض دارین. مریض دارین. چی مریضی دارین به شفاخانه مراجعه کردین؟ اونجا آره خون بود نبود؟ در امامد جناح رفتیم اونجا که فعلا خون نیست، یک دفعه در نهایت تشریف ببرید شاید اون امروز توزیع خون هست. مریضتون چی مریضی داره؟ تکلیف هم تکلیف داره است. خب تکلیف داره؟ در صورتی که این رقم نهادها هستن که به خاطر هموطنان عزیز ما کوشش میکنن خون جمع‌آوری بکنن و این چقدر از دیدگاه خودت موثرتر است؟ خیلی زیاد تاثیر داره، خیلی زیاد بهتر. تشکر خیر ببینه برادر. خیلی زیاد زیاد نیازمندان خیلی. کجا را گشتی خودت؟ حالا ما یک 3-4 شفاخانه را گشتم. 3-4 شفاخانه را گشتی ولی خون نبود. نبود. باز همین جا اومدیم اینجا پیدا شد. خیر برای مردم عزیز ما چی گفتنی داری که مثل نایی 13 بیان؟ تشکر سلامت بشد برادر دمی که کارهایی که برادر را انداخته تشکر باشد برادر جانی. خیلی تقدردانی میکنم که کارها را برادر برای ثواب خیلی تشکر میکنم. سلامت باشه. این دوستا مثال زنده هست، پدر جان ما که دنبال خون به شفاخانه ها میگشت و به خاطر پیدا کردن خون که متاسفانه
در شفاخانه ها کمبود خون هست و همیشه بوده، و اگر بیاییم ما و شما کسایی که سالم هستیم دست به دست همدیگر بتیم تا ای که هموطنان عزیز ما که مریض هستن و نیازمند خون هستن برای اونا بتونیم یک کمک بکنیم. و واقعا خوش شدی که خون اینجا پیدا کردی. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. تشکر از کارمندای شما، تشکر از شما برادر، همینقدر همکاری میکنید، خیلی تشکر میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا را شکر که مریض ما تانسته که یک مقدار خونی که از هموطنان عزیز ما اینجا به دست میه او را به دست بیارن. سلام برای سلالا، اجازه خواستم روش صحبت کنیم. خوب هستی لاما؟ شکر، خوب هستی. نام چی هست؟ اسم محمد. محمد عزیز، چطور خواستی که بیایی و خونه هدا بکنی؟ ما به خاطر یاد بود از شهدای دشت کربلا و به خاطر خون پاک امام حسین علیه السلام خواستم که امروز اهدای خون بکنم تا باشد که می خون ما به درد یک تعداد از هموطنان ما بخوره، چون در اواخر حوادث طبیعی، حوادث ترافیکی و از هر جهات حوادث در افغانستان بسیار زیاد است و یک گزینه باشه که برای از اونا یک کمک شده باشه. خیلی ببینی، سلامت باشی. برای جوانایی که مثل خودت واره هستن، برای از اونا چی پیام داری؟ که بیاین مثل خودت واره خون اهدا بکنن؟ ما برای جوانا این پیام دارم، به جای ای که میخوان خیلی از کارهای دیگه ای بکنن و بهتر است که اهدای خون بکنن، چون این ثوابش بهتر از او کارایش خود بود. بعضی عملای انجام میتن که واقعا قابل پسند نیست، از او کده بهتر است که اهدای خون بکنن که ثوابش یک ذره برش بهتر است. قربان تو، سلامت باشی. بخیر باشی. دکتر صحبت بکنیم که چی مقدار خون از هموطنان عزیز ما یا حصول میکنن. سلام برسه دکتر صاحب. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. سلام. چند سوسی خون میگیرین از کسایی که میان مراجعه میکنن اینجا؟ از مراجعینی که میان مراجعه من نظر به وضعیت فیزیکی خودی مریض است. اگر که وضعیت فیزیکیشون خوب بود باز ما 500 سیسی میگیریم. اگر وضعیت فیزیکیشون یک ذره ضعیف بود باز ما نظر به مو وضعیت فعلا دو گزینه داریم، یک 500 سیسی یک 250 سیسی. 500 سیسی خوب. فلن اگر وضعیتش خوبتر بود، وضعیت فیزیکیش خوبتر بود، فشارش نرمال بود، 500 سی سی میگیری. قربانتون. و چی گفتنی داریم برای هموطنان عزیز ما؟ برای هموطنان عزیز ما همی گفتنی را دارم که یک گزینه بسیار خوب است. اهدای خون اهدای یک زندگی است، نجات یک زندگی است. از خاطر جوانایی که امروز به نحوی خود یا عشق خود با امام حسین ابراز مونه، ای به نظرم یک رای خوب است، یک گزینه بسیار معقول است. چقدر مریض ها مراجعه میکنن به خاطر خون و آیا خون به دست میارن نمیارن در شفاخانه ها؟ چون کشور ما یک کشور بسیار پر حوادث است، مریض های بسیار زیادی داریم که نیاز به خون دارن، خون عاجل، و این یک گزینه خوب است که در بانک خون ذخیره شود و مریض هایی که بی وضاحت هستن خصوصا نه توانایی تامین خون را ندارن میتونن از اینا استفاده کنن، برایشان یک زندگی را نجات میدن. قربانتون، سلامت باشین. خواهش میکنم. خیر باشین. خب و شما ببین دکتر صاحب که تا هنوز چقدر خون جمع آوری کردن، چقدر هموطنان عزیز ما اومدن اینجا خون اهدا کردن؟ تا هنوز که حدود 5-6 نفر شد و تقریبا شاید 7-8 پوینت شده باشد. 7-8 پوینت نه، 5 پوینت شده. 5 پوینت. آره 5 پوینت. 500 سیسی. و بعضی ها هم که جسمشان زیاد بزرگ نیست و قوی نیستن 250 شان میگن 250 سیسی. چقدر خوب است دوستای عزیز، ببینین کسایی که روزها و شبها به دنبال خون هستن اونا میتونن که همی برنامه ما رو بیننده باشن، آدرس خود همی شفاخانه و کسی که همین خونه جمع‌آوری میکنن پیدا بکنن و میتونن خون مورد نیاز خود از اینا به دست بیارن. میشه در مورد شفاخانه تو هم بگوین کسایی که نیازمند هستن بیاین مراجعه بکنن؟ اینا شفاخانه بهار صحت در قسمت پلو خشک، اونا میتونن بیاین و کسایی که اینجا برایشون فرصت نمیشه که خون بدن میتونن اونجا بیاین خون اهدا کنن. خیلی خوب، خوب. کسایی که میتونن بیاین نایه 13 خون خود اینجا اهدا بکنن، اگر اینجا نمیتونن میتونن که در پل خشک در شفخانه آسیا فارماست. نه، در شفخانه بهار صحت.
بهار صحت. بهار صحت میتونین که بیاین و خونه آنجا اهدا بکنین. قربانتون سلامت باشین. و اینجا امو شعار که از طرف ناحیه هست نشست که اهدای خون رئیس و کارمندان ناحیه 13 شهر کابل، مردم محل مراجعه کرده یا تنها مربوط به کارمندان میشه اینجا؟ فعلا که تو هنوز که تنها کارمنده است و انشالله شاید مردم محل مراجعه کنند. مردم از اون بخبر هستن؟ تنها بخبر ما. قربانتون سلامت باشیم. موفق باشیم. خب دوستا اینجا پروسه است که خون اهدا میشه و اینجا پروسه است که نام نویسی میشه، بعدش چک میشه که کسایی که خون اهدا میکنن کدام مریضی نداشته باشه. سلام برسه لالا، خوب هستین؟ خوب هستین، صحت شما خوب هست انشاءالله، سلامت باشین. چی انجام میتی؟ وظیفه خودت چی؟ من فقط امی لیست نفرا را میگیرم، اسم و ولدشان و نمبرهای تلفن و تعیین گروپ خونشان است. کسایی که اگر خواستن که همینجا خون بتن، فشارشان اگر مناسب بود خون میگیریم. در غیر از اون نمبر تلفنشان است، بعد از چند وقته باز که مناسب شدن برشان زنگ میزنیم، خون ضرورت باشه باز ازشان خون میگیریم. این گروپ های خون اگر تعیین نشده بود باز اینجا تعیینش میکنن؟ بله اینجا تعیین میشه، گروپ خون ما اینجا تعیین میکنیم، چون از اصل و ضرورت ضروری عمومی است که باید گروه خون تعیین شود. و تا فعلا 7 نفر تا فعلا 7 نفر ما مراجعه کننده داشتیم. انشاءالله که کسایی که بیننده برنامه هستن حتما بیاین حضور پیدا بکنن و در این ثواب بزرگ شریک شون. برای هموطن و نزدیک ما چی گفتنی دارین؟ بیاین مثل سایر کسایی که اینجا هستن یک کمک بزرگ بر مریضان عزیز ما که نیازمند خون هستن بکنن. گفتنی ما به عزیزا همی است که ما فعلا دمی بانک خون که است کمبود خون زیاد داره، بانک خون مرکزی، و ما همی خونا را انتقال میتیم به بانک مرکزی و ما مریضای زیاد داریم مثل تالاسیمی است، اینا مریضا زیاد است که کم خون هستن. دیگه ما میخواهیم که برامونا خون اهدا کنن دوستا، یک ثواب خیلی کلان است. قربانتون سلامت باشید. بخیر باشید. اینجا هم دوستای عزیز خون گرفته میشه و گروپ خون تشخیص میتن که از کدام گروپ است. بعدش باز از لحاظ صحی چی کردن؟ مشکل خو نبود رئیس صاحب؟ امی زردی سیاه و زردی سفید و فکر کنم چایوی بیارم، اینا امی سمپل که میگیرن به خاطر زمین میگیرن که اینا تست کرده باشن، بعد از او باز اینا خون گرفته باشن از پیش ما، یعنی می فقط به خاطر زبو سمپل گیریست. شما دو میز دیگه به فکر لابراتوار موبایل خدا آوردن. این هم امراض چک میکنه و هم گروپ خون. اینجا یک هموطن دیگه ما هم هستن که اینا هم فکر بکنم که خون اهدا کردن و تمام شده. خوب هستین انشاءالله. چطور بود دکتر صاحب؟ چند سی سی خون از این هموطن گرفتین؟ 500 سی سی خون دادم. 500 سی سی؟ بله. نظر به مو خود جسامتش یا تواناییش یا مو؟ نه خود توانایی را کلگی ما شما الحمدلله داریم دیگه، اما 500 سی سی بهترین شیوهش است که مردم بدن. 500 سی سی این 500 سی سی کسایی که نیازمند هستن و مریض هستن 500 سی سی برشان کفایت میکنن؟ بله برمی یک مریض. بله البته نظر به ایچ بی خونشان است، کسایی که ایچ بیشان زیادتر پایین باشه اونا باز میتونن در همزمان 1000 سی سی یا 500 سی سی خون نفتن بیدن. انشاءالله خوش کزی برادر امروش صحبت داشته باشیم. چقدر خوش هستین که در ثواب بزرگ شریک شدین و میخواین که خون خود برای کسایی که نیازمند است اهدا بکنین. والا کوشش میکنن هر کس باید خون بزنه، این شرایط از این که تیغ بزنه و دگه بزنه از این کارو که در خون بته بهتر است، یک هموطن موردش شو بگیریم و خون نیازمند میباشه دیگه نمی خوش میشم خیلی، ولی اگه هم وطن ما چاره شو از خون ما استفاده کنیم. قربانتون سلامت باشین. خیر و سلامت باشین. خود شما بگوین دکتر صاحب، اینجا که حضور پیدا کردین این کار افتخاری هست یا هم یک مزدی از طرف ناحیه میگیرین؟ انشالله که کار افتخاری است و در ضمن موادی که تهیه کردیم موادش مکمل مربوط شبخانه بهار صحت میشه. بخاطر هموطنان عزیز چقدر خوب است، دست به دست هم دیگر ندیم به هیچ جایی نمیرسیم. وحدت چقدر خوب است که در میان بین مردم واقعا یک چیزی است که امروز نشان میده که مثلا شیعه و سنی خون خود اهدا میکنه. به خاطر کی؟ به خاطر امام حسین، به خاطر یک فرهنگ بماند که ما سر سرک خون خود نریزیم، خون خود برای یک نفر بیتیم و
که او نیاز به خون ما میگن خون زندگی است به اون شکل زندگی را زایی نسازی. بله قربانتون دکتر بخیر باشن. این دوستای عزیز پروسه را مکمل برتان تشریح کردم، باز هم میگم کسایی که نیازمند هستند بیاین خون خدا اینجا هدا بکنن و میتونن که زندگی یک انسان را نجات بده با خونی که اینجا اهدا میسازن. خودت خسته نباشی، خودت مسئول چی هستی برمون بگویی؟ من مسئول کلینیک که همزه سید شهر هستم. دیروز ساعت 3 بجه بود رئیس برای ما زنگ زدن که ما هم یک پروگرام داریم، شما چی همکاری میتونیم روز از نزدیک صحبت کنیم، برنامه رو برای زنو راندازی کنیم، انشاءالله در سوال روز برنامه شروع شد. سلامت باشین. چقدر خوب است که صدا بزنیم به دیگه شفاخانه ها یا به دیگه مردم عزیز که بیاین همچون پروسه هایی را بسازن و اهدای خون صورت بگیره برای مریضان نازنین. بسیار کار نیک است اگر جوان ها به خاطر که زنجر میزنن و تیغ میزنن از او که در بیاین خون بگن تا خون در بان خون باشه و برای مریض های دیگه به درد مخره، انشاءالله یک کار نیک است اگر انجام بدن. سلامت باشین، زنده باشین عزیزی که در خدمت هموطنان عزیز ما هستین. تشکر شما زنده باشین. خب رئیس صاحب فرصت است که امرویتان صحبت بکنیم؟ تو خاصه نیست. اونا بازوی اینجا فوکس کنه. تو برد. اهدای خون. بشکر زنده باشین. والا از پیشتر که داخل قوی تر احساس میکنم. جیستان بچه همون تو دادم اینجا فهم که طبق روال برنامه گفت مرکن چیز گرفتم. 500 سی شد رئیس. 500 سی سی. زیادش نساختیم. والا از طبق در دکتر سایبا گفتم در سال 3 دفعه باید آدم خون بتم و اون 500 سی سی. دیگه با مو خاطر هم چیزی که اصول از اینا میگن طبق از مو کار کرد. هی ببینین. رئیس چقدر خوب است که یک پیام بزرگ شد بر دیگه ناحیه ها اونا همچنان همین رقم پروسه را پیشگیری بگیرن و اهدای خون بکنن برای کسایی که نیازمند است. 100% من امروز امید دو خاطره که چه فراموش نمیشه میشه یکی است که همین که ما اهدای خون شروع کنیم یکی از هموطنان ما که به خون نیاز داشتم اینجا حاضر بودن شما دیدنشم و در پالیزی از مراجعین ما چند تن یکیش بسیار آدم محسن بی سفید اما بسیار به پیشانی باز و بسیار هم با قوت که همین جمعیان هم هستن اونا هم خواستن که خون اهدا کرده باشن. سلامت باشین و بعد دیگه ناحیه ها چی خوب یک پیام میشه که داشته باشن. ما امی کار که امروز هم کردیم از آدرس شاروالی است. نایا کلش یک نایا است و کل معتاد به چپ شاروالی استیم. امی کار که امروز ما کردیم به نمایندگی شاروالی در نایا سیزده امی کار انجام دادیم. آخرین پیامتان برای هموطنان نزیم چی است؟ فقط ایثار، فداکاری، وحدت ملی، تحکیم و ثبات، اتفاق و اتحاد و بدور از تمام تعصبات. قربانتون سلام داشتین. خیر باشین. اینا دوستای عزیز گفتنه رئیس صاحب ناحیه 13 هم حامد امیری را شنیدین که در مورد اهدای خون و چه یک پروسه زیبایی که میتونیم یک پیام بزرگ برای هموطنان عزیز ما انعکاس بدیم و برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا دیدار بعد که من مهین مهرزایی در خدمت شما حاضر بشم. شما رو به خدا یک تا میسپارم. شما خوش زندگی آرام و سر داشته باشید.